زندگی در جریان است، مهم نیست را بروی و یا بدوی، امین که در ذهنت حرکت کنی خودش یک امید است. سلام و صبح تمام شما دوستای عزیز، بخیر. خدا کنه که یک صبح بسیار خوب را آغاز کرده باشین و امید دارم که تمام روزهایتان مملو از خوشی ها باشد. در نخست میریم و با هم یک جا بسته از طبیعت زیبا را تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم. جا داره که از تمام همکارای خود تشکری کنم به خاطر که یک بسته تصویری بسیار زیبای آماده ساخته بودن. واقعا تصاویر بسیار زیبا بود و به من شخصا انرژی بخشید. خدا کنه که شما هم از دیدن این تصاویر زیبای طبیعت و گلها و آواز پرنده ها لذت برده باشین و روزتان مملو از خوشی ها شده باشه. امروز در برنامه تنها نیستم و دکتر صاحبای بسیار خوب را با خود دارم. فعلا هم تنها نیستم و با ما دکتر صاحب وسیولا عقبین، متخصص داخل عمومی و همچنان ایکوکاردیوگرافی هستند. موضوع مورد بحث ما هم از دردهای قلبی که از باعث تنگی رگها به میان میآید. فراموش نکنین دوستای عزیز که همین لحظه ما در فیسبوک هم لایف هستیم. میتونین که از طریق فیسبوک هم برنامه ما را تماشا کنین و سوالاتی که دارین میتونین کامنت بگذارین و همچنان با ما با تماس هم شده میتونین. شماره تماس ما هم از 0730 700 730 میتونین با تماس شوین و سوالاتی که دارین از دکتر صاحب بپرسین. سلام دکتر صاحب، صبح زیبایتان بخیر. سلام به شما، صبح زیبای شما بخیر، از همکارانتان و کسایی که همین لحظه بیننده تلویزیون شما هستند. ما بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. دوستایی که فعلا بیننده هستن شاید اکثرشان از دردهای قلبی رنج ببرن. خواستیم موضوع خود دردهای قلبی بگیریم. در کل میشه دکتر صاحب بگوین کمی خود قلب سیستم وعایوی از چگونه است؟ چون موضوع ما قسم است که دردهای قلبی از باعث بندش رگهای قلب. در نخست خوب است که دوستا بفهمن امی سیستم خونرسانی قلب، بعد از او باز میریم بالای اصل موضوع خود. بدون شک سیستم قلبی وایی که در وجود ما شما معمولا فعالیت داره، همگی به یک نوع شناخت ازش دارن. بالاخره اگر فردی که دست راست و چپ خود میشناسه، اولین چیزی که میشناسه بعد از اون میگن که به عنوان قلب یک عضو در داخل بدن خود میشناسه، عمرش آشنایی پیدا میکنه. و این سیستم از جمله سیستم هایی است که پرکارترین و حیاتی ترین سیستم یا ارگانیسم یا ارگان در داخل بدن ما شما است که سیستم قلبی و یایی ما شما متشکل در مجموع از قلب است و اویه یا رگه ها که معمولا رگه های شریانی یا وریدی من نظر میگیریم و خون که در داخل از این جریان پیدا میکنه. این سیستم نظر به نیازمندی کار میکنه، به این معنی که تمام انساج بدن ما شما نیاز به مواد غذایی داره و نیاز به اکسیژن داره و نیاز به بعضی از موادهای دیگه داره که تا سیستم و یا نظم خود تنظیم بکنه. بنان این سیستم و یا این نظم تنظیم کردن و یا این احتیاجات مرفوع ساختن یگانه سیستمی که این مشکل حل کرده میتونه و به عرصه وقت رسیدگی کرده میتونه سیستم خود قلبی و یایی داخل بدن ما شما است. قلب به عنوان یک عضو عضلی که یک ساختمان عضلی است، خون از طرف اطراف ما شما جمع میشه به طرف راست قلب میه، راست قلب ای را پم میکنه به ششا روان میکنه، از ششا اکسیژن میگیره، پس به طرف چپ قلب میه و چپ قلب خون پم میکنه، خون اکسیژن دار پم میکنه تا اکسیژن به تمام اعضا چی بکنه یا انساج برسه. و در پهلو در لابلا هم مواد مغذی را هم از ذخایری که مثلا در داخل بدن ما شما و غذاها ذخیره میشه یا موادهای کربوهیدرات و شحمیات ذخیره میشه، در لابلا وار هم به انساج در سه وقت، یعنی نظر به نیازشان در وقت معین، به اندازه معین و به اندازه معین به انساج میرسونه. بران این وضعی است که دیگر حیاتی است، کار از این همیشه باید قسمی باشه که بتونه به تمام انساج به اندازه کافی و به مقدار کافی نظر به نیازش بتونه که مواد مغذی یا مواد لازمه را برسونه. بران وقتی که یک سیستمی که به این اندازه پرکار باشه، تا
طبعا حالات و یا مشکلات متعدد میتونه ایره متضرر بسازه، مشکل برش ایجاد بکنه. معمولا ما شما میگیم که فشار خون ما مثلا نرمال، اگه مد نظر داشته باشیم بگیم 80-120 از فشار ما شما. مثلا اگر ما اوسط یک فشار مد نظر داشته باشیم که اوسط فشار در داخل رگها چقدر باشه، اوسط که گرفته شده حدود اگر ما شما 100 میلی متر سیتون سیما حساب بکنیم، محاسبه بکنیم، بنان یک فشار بسیار بلند در داخل خود همین رگها و یا پایپ‌هایی که موجود است تا خون رسانی میکنن در این به حساب است. بنان فشار هر قدر که زمان میگذره و یا وقت میگذره، این رگهای قلب ما شما یا رگهای دیگه به مشکل مواجه میشه. چون گفتم که فشاری که به داخل یک رگ است، اگر ما اوسطش مد نظر داشته باشیم بگویم که 100 میلی متر ستون سیما آب است، بنابراین یک فشار بلند است. یک فشاری است که یک پایپی که یا یک رگی که او را تحمل میکنه، اگر در دراز مدت ادامه پیدا میکنه و یا ادامه میداشته باشه، بنابراین به یک نوعی میتونه مشکلات را در داخل رگ بنابر عوامل دیگه یا ریسک فاکتورهای دیگه بیرونی که موجود میباشه، میتونه که یک مقدار مشکل به این رگ ها ایجاد بکنه. رگ های ما شما معمولا از سه طبقه در مجموع اگر مد نظر بگیریم، رگ های بزرگ یا متوسط از سه طبقه ساخته شده که طبقه داخلی از این که امو به نام اندوتلیوم ما شما که میگیم، این طبقه معمولا طبقه است که فعالیت های بسیار بزرگ انجام میده، کارهای بسیار بیشتر میکنه که در مورد از بحث اگر بکنیم فکر میکنم از اوصله برنامه و سرمه و از اصل موضوع هم دور میشه. این طبقه بنابر گفتیم فشاری که ما شما گفتیم که در فشارهای متعدد قرار داره، میتونه عوامل مختلف ایره متضرر بسازه. یکی از گپهایی که یا مشکلاتی که در رگها میتونه ایجاد شوه، پروسه اتروسکلروز است. اتروسکلروز به این معنا که تنگ شدن و یا سخت شدن رگها. ما شما اگر رگ یک طفل با یک رگ فرد که سنش بلند است مقایسه بکنید، ببینید که رگ طفل بسیار الستیکی است، بسیار نرم است، بسیار راحتی حرکت میکنه یا نرمش از او بیشتر است. اما اگر کاهل یک فرد دیگر مد نظر داشته باشه، ببینید که رگ ها یک مقدار سختتر یا سختتر میشه. بنابراین این پروسه از آغاز زندگی اگر ما مد نظر داشته باشیم شروع میشه، خصوصا بعد از سن 20 سالگی به بعد پروسه اتروسکلروز به شکل نرمال در همگی مثلا جریان می داشته باشه. اینو میتونه گفته کنیم که یک موچی گونه بتونیم که ریج دیگه نمونیم اتفاق نیفته. اتفاق میفته، بنابراین به یک شکل اتفاق میفته که یعنی یک پروسه ای است که بالاخره رگ ها آهسته آهسته به طرف بالاخره تنگ شدن و بالاخره به طرف ازی میرن که یک مقدار از سختی یا الستیکت خود یک مقدار عدس بتن. بنابراین پروسه ای که اتروسکلروز است یک پروسه التهابی است که عبارت از امو شهم یا یک مقدار حجرات و عضلات که کوچکی که در اطراف رگ ها هست، این در تحت این طبقه که به نام ما شما اندوتل میگیم جمع میشه. هر قدر که این جمع شده میره، به این معناست که امو مسیر یا فوهه یا سراخی که در قرار داره آستاست این تنگتر شده میره. وقتی که تنگ شده رفت، هر قدر که مقدار تنگی به مرور زمان گفتیم بیشتر شده میره، مشکلات هم چی میکنه؟ یک مقدار بیشتر شده میره. این طرف خون، یعنی خون به مقدار کافی به طرف او طرفی که به حساب جایی که بند است، طرف مقابل خون نمیتونه برسه، بخاطر که اینجا بندش یک مقدار وجود داره. و حتی در 30% واقعات در نزد بعض افراد حتی بدون اعراض علائم حتی دفعتن یک مشکل پیدا میشه و افراد جان خود از دست میدن که عمله های قلبی که ما شما نام میبریم ازش همین است که دفعتن اتفاق میفته. میگن یک فرد جور تیار بود، یک دفعه چی شد مشکل برش پیدا شد و فوت کرد. وقت بعد از او که ارزیابی میشه، متاسفانه که در کشورهای که یک مقدار میخواین که عامل مرگ میره جستجو بکنن، ارزیابی صورت میگیره، اتوپسی صورت میگیره که تا مشخص شود که این فرد چرا جان خود بالاخره از دست داد، تا امور فاکتورا تعقیب شود یا تحقیق شود و امور صورت بگیره. که در کشورهای بیرونی آماره که ما شما همیشه آمار داریم، از کشورهایی داریم که بالاخره از اوده ای عرصه کار میکنن یا فعالیت دارن، که در این تنگش و یا این تنگی رگ ها به مرور زمان هر قدر بیشتر تر شده میره، سبب میشه که تا خون جریانش به عضوی که
روانه خون باید برسه یک مقدار خون کمتر میرسه. بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب دوستای عزیز، موضوع مورد بحث ما هست دردهای قلبی که از باعث بندش رگ ها به میان میآید. و همچنان فراموش نکنین امی لحظه ما در فیسبوک هم لایف هستیم، میتونین از طریق فیسبوک هم برنامه ما را تماشا کنین و سوالاتی که دارین کامنت بگذارین، از دکتر صاحب میپرسیم و همچنان میتونین با ما به تماس هم شوین و شماره تماس ما هم است 0730 700 730. اما یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم و بعد از وقفه دوباره بحث ما را با دکتر صاحب ادامه میدیم.